سه نشانه مهم و با ارزش در مورد تپه های سرداری که در مسیر حفاری مشخص میشه، یعنی شما اگر تپه سرداری رو دارید باید این نشانه ها رو به شما بدید. من سپاسگزار میشم تا آخرین کلیپ همراه باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تپه های سرداری دوستان عزیز که من همیشه در موردش گفتم، در قسمت بالا خب یه تندیسی از اون شخص یا اون سردار مشخص میشه، بعد یکی از این سمت ها که به سمت بالا هست احتمالا یه حالت پلکانی رو داشته باشه. خب و معمولا یه چاهی در قسمت اول این تپه قرار داره، یه چاهیه که یک تخت سنگی بر روی اون کار شده. خب این تخت سنگ خیلی بزرگه و آثار یا علائمی روش نیست، فقط شاخصی در روبروی این وجود داره، شاخصی در روبروی این وجود داره. شما پشت شاخص وایسی دقیقا تو محدوده 5 متری تا 10 متری، خب وقتی پشت این وایسی در این جهت، خب فاصله 50 الی 100 متر میشه این فاصله ما بین. بعد که شما رفتید نگاه کردید، تخت سنگی باید در جهت روبروی این باشه. حالا 5 متر راست، 5 متر چپ تا 10 متر بررسی کنیم، ببینیم تخت سنگی رو مشاهده میکنید. اگر دیدید اینجا درب دهانه چاه، یعنی اون رو با همچین سنگی کامل مسدود کرده. درب که برداشته بشه دوستان عزیز، یه چاهی رو به شما میده که داخلش خاک دستیه. حالا داخل این خاک دستی نشانه های اولیه اینه که از گویی های سفید یا سیاه یا قرمز رنگ استفاده شده. همین توپ به اصطلاح کوچیک مانند یا به اصطلاح ساروجی درست میکنن یا سنگ رو تراش میدن، دقیقا به شکل یک توپ در میاد. خب این توپ دقیقا بعد از 3 متر یه توپ دیگه به شما میده، یعنی این چاه رو اگر در نظر بگیرید، این چاه که داخلش کاملا خاک دستی هست، این خاک دستی که برداشته بشه، این سنگ ها در نقاطی از مختلف قرار داره. خب و اینه که وقتی که به اینجا رسیدی، این قسمت شما رو به مشکوکیت میندازه و میای دیواره رو میزنی. دیواره رو که زدی اینجا تلس کاملا نخودی و ماسه و بادامی پره پشت چاهه. به محض اینکه این رو زدی کاملا از اون شن و ماسه میاد داخل و این مشکوکیت رو ایجاد میکنه که تو به اتاقک زدی و هی بیشتر این رو میکشی تا یه دفعه کلن آوار میشه رود. حتما توجه کنی همچین حالتی رو ما نداریم که شما بیای مثلا به اتاقت راه پیدا بکنی، تو این فاصله نیست. این عمق این کار دوستان عزیز حداقل تا 15 متر شما روش حساب باز بکنید. بعضی جا 5 متر، بعضی جا 10 متره. خب شما در نظر بگیرید تا سه تا گوی رو پیدا نکردید، این یکی از اون نشانه هایی که حتما باید باشه. خب این نشانه هایی که شما پیدا کردید بعد به چی میخورید؟ یک حالت تخت سنگ مربع شکل که از اینجا هم را داره. اینجا یک کروکی ممکنه به شما بده، بعضی جا داره بعضی جا همین تخت سنگ هم نیست. خب اینجا کروکی داره، ممکنه کروکی رو به یک جایی ختم بکنه که حالا دلایل های خاصی رو داره. ما همچین حالتی رو دو سه مورد دیدیم، بعضی جا نداره بعضی جا هم داره. اونی که داره بر اساس اینی که اون جایگاه احتمالاً یا گازهای زیرزمینی بوده یا به اصطلاح جایگاه رطوبت داشته، اومدن کروکی کار رو بر اساس اینکه تغییر بدن. بعضی جا هم خشکه و همچین حالتی رو نداره. خب پس اومدید پایین، همچین حالتی بود، کروکی داره، باید قشنگ کروکی رو رمزگشایی کنید، از رو کروکی برید. در حالتی که این وجود نداشته باشه، به انتها که رسیدید، به انتهای این چاه که رسیدید، دقیقا باید به یک درب دایره شکل، همون آسیاب، تقریبا دربی به شکل سنگ آسیاب ولی سوراخ نداره، گرده. خب این درب دقیقا تو دیواره کار شده به این صورت و شما این رو باز بکنید، یک راه روی به شما میده که در انتهای راه رو، این قسمت تله داره، این راه رو تله داره. خب که تله ریزشیه که با سنگ بسته شده، همون انتهای خود
ماسه و نخودی ها به سر این خط میشه. خوب توجه کنید، به سر این خط میشه که شما وقتی که داخل برید این سنگ با یه پیمی با این درب وصله. زمانی که این درب کشیده بشه خب این آوار میشه و میاد کل دهانه یه چیز رو میبنده. سعی بکنید زمانی که این درب رو باز میکنید در حد یه گربه روی باز بکنید که بتونید داخل برید و جایگاه رو اول یه دوربینی بندازید که مشکلی ایجاد نکنه، بعد برید داخل. اینجا رو تخلیه بکنید، این رو مهار بکنید، بعد به سمت حالا 2 متر یا 3 متر راه رو دارید، بعد یه درب دوباره مربع شکلی. این که برداشته بشه شما وارد اتاقه که به اصطلاح همون قبر سرداری میشید. خب به شکل مقبره اید. بعد این که نشانه ها یک گوی تله و این سنگ مربع یا مستطیل شکلیه که حتما باید اینا در مسیر کار باشه. به این صورت شما راحت میتونی اگر همچین کاری رو داری، اگر تو جایگاهی هستی خونه ساخته شده، خیلی چیزای دیگه ساخته شده، خب حتما توجه کنید به جایگاهتون. اگر همچین مواردهایی رو به شما داد در مسیر کار، مطمئن باشید که قبر به اصطلاح سرداری هست و دقیقاً اون تپه ساختار اون شخص رو دقیقاً ایجاد کرده و حالا دلایل های خاصی است که خونه ساخته شده یا به مرور زمان به این صورت در اومده. اگر تو مسیر کارت همچین حالتی رو داشتی مطمئن باش که داخل یا به اصطلاح خونت رو یک تپه سرداری بوده. خب به این صورته. پس اگر خواستید بررسی بکنید یا کارتون رو به اصطلاح کار کردید، اگر دست نخورده باشه باید تندیسی اون بالا باشه، اگر از بین رفته باشه، شاخصی در پایین باشه، بیایید چک بکنید، بررسی بکنید ببینید آیا همچین چیزی اینجا وجود داره یا نه. خب بیایید جلوی تپه چیز بکنید، طول و عرض تپه در حد اینی که البته ارتفاع تپه شاید به نزدیک 20 متر بشه و طولش هم در حدود 50 متر اون حدودا. خب اگر دیدی شاخصی وجود داره بیایی پشت شاخص جایت رو بررسی بکنید. خب این نشانه ها حتما توجه کنید چون 100% شما یک به اصطلاح مقبره رو دارید در پیش روی خودتون. خب ممنون و سپاسگزارم دوستان عزیز. این هم 3 نشانه مهمه. یک تپه سرداری است که در مسیر حفاری به شما بده که مقبره اون شخص مشخص میشه. ممنون سپاسگزارم. لایک یادتون نره با تشکر. خدا یار و نگهدارتون.